شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرده که افغانستان در یک سال گذشته با بدترین بحران بشری روبرو بوده است. این شورا وضعیت حقوق بشر در افغانستان را با تمرکز به گزارش رویدادهای یک سال گذشته در نشست روز دوشنبه هفته جاری در ژنو مورد بررسی قرار داد. مقام‌های این شورا از وخامت اوضاع بشری در افغانستان به شکل جدی ابراز نگرانی کرده‌اند. گزارشگر خاص سازمان ملل متحد زمامداری امارت اسلامی در یک سال گذشته را مملو از موارد نقض حقوق بشر دانسته و هشدار داده که اگر جهانیان دست به کار نشوند وضعیت بدتر خواهد شد. ریچارد بنت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان در این نشست گفت با وجود اینکه تمام مردم در وضعیت دشواری قرار دارند اما از عقبگرد زنان و دختران در زمینه‌های حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به شدت نگران است. اما از طرف دیگر ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی در رشته توییتی به نخستین گزارش ریچارد بنت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان واکنش نشان داده و آن را مغرضانه و بدور از واقعیت خوانده است. آقای مجاهد گفته است که ریچارد بنت سطح پیشرفت را نادیده گرفته و به چند مورد مشخص بر اساس برداشت غلط و معلومات نادرست اشاره کرده است. در برنامه این هفته ترجمان سیاسی وضعیت کلی حقوق بشری در کشور را بررسی کرده و از مهمان برنامه خواهیم پرسید که گزارش گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد را چقدر واقع بینانه ارزیابی میکند و همینطور واکنش امارت اسلامی را در مورد این گزارش چگونه ارزیابی میکند؟ به نام خدا و با سلام خدمت شما بینندگان عزیز و محترم، وقت شما بخیر. در خدمت شما هستیم با برنامه ترجمان سیاسی این هفته و گزارش ویژه شورای حقوق بشر و مخصوصا گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور افغانستان را خدمت شما هستیم، بحث و بررسی میکنیم. در خدمت جناب آقای دکتر عید محمد شیرزاد هستیم، آگاه مسائل سیاسی، که بیشتر به این گزارش بپردازیم که از طرف گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در طول یک سال تهیه و برای سازمان ملل متحد ارائه شده و واکنش هایی را از طرف امارت اسلامی در پی داشته. این واکنش ها را هم بحث و بررسی میکنیم. سلام بر شما آقای شیرزاد، خیلی خوش آمدیم. در آغاز اگر نگاه بندازین به وضعیت کلی حقوق بشر در افغانستان، شما در کل وضعیت حقوق بشری را چگونه در حال حاضر ارزیابی میکنید؟ بسم الله الرحمن الرحیم، به نام و یاد خدا، سلام و درود بر ارواح پاک و طیبه شهدا و سلام مجدد خدمت جناب عالی و خدمت همکاران محترم برنامه تان و همچنان خدمت بینندگان عزیز. من قبل از این که روی وضعیت حقوق بشر در افغانستان در خدمت باشم، میخوایم که در کل روی حقوق بشر و کمیسیون حقوق بشر در خدمت باشم. این که پس از این که رسماً در سال 1945 سازمان ملل متحد شکل گرفت، در اونجا کمیسیون‌های مختلف و کمیته و ارکان‌های مختلفی به نحو ایجاد شد که از جمله ما میتونیم مثلا شورای امنیت را بگوییم، بخش در واقع کیفری را بگوییم و ده‌ها سازمان دیگر. و مهمترین رکن این سازمان، سازمان ملل متحد، کمیسیون حقوق بشر بود، کمیسیون جهانی حقوق بشر، که به صورت کلی و جامع سراسر وضعیت زندگی بشر را مورد بررسی قرار دادند. و آمدن حقوق بشر را به سه بخش یا به سه نسل مورد تقسیم بندی قرار دادند. نسل جدید، بخش نسل اول یا نسل نخست، همانا قضیه آزادی حیات یا به اصطلاح زندگی هست. و نسل دوم حقوق بشر داشتن محیط زیست سالم و فضای سالم، و نسل سوم هم آزادی کار و اقتصاد و فرهنگ و اینا هست. لذا کمیسیون حقوق بشر به صورت مجموع و رزبین در قضایای خرد و کوچک زندگی بشری هم اونا خیلی زیاد دقت دارن و دقت کردن که برای هر قضیه کنوانسیون یا مواد تعریف کردن. لذا اگر ما
از او آدرس ها به او آینه به وضعیت افغانستان مورد بررسی قرار بدیم، بدون شک ای که هرگز نه تنها در عصر امروز بلکه در ادوار مختلف تاریخ معاصر افغانستان وضعیت حقوق بشر متاسفانه خوب نبوده. اما آنچه که زندگی بشری در افغانستان امروز مورد بررسی قرار بگیرد، بدون شک چنانچه مستحضر هستین، نبود کار یک بخشی در واقع وضعیت حقوق بشری است در افغانستان و همچنان رکن اساسی و اصلی جامعه ما و شما را خانم ها تشکیل می دهد، یا بخش اعظم این کتل را خانم ها تشکیل می دهد. لذا اکثر به اتفاق از دختر خانم ها از رفتن به مکاتب و مدارس به نحوه محروم هستند و همچنان حقوق بشر شرایط ویژه برای وضعیت جنگی تعریف کردند که نباید در واقع در وضعیت جنگی افراد ملکی و همچنان در واقع غیر نظامی مورد آماج قرار بگیرند، که از جمله مردمانی که سلاح ندارند در کل، مردمان ملکی، تیم دکتران و همچنان خبرنگاران و غیره نباید مورد آماج در شرایط جنگی قرار بگیرن. و بسا موارد دیگه که متاسفانه چی در عصر امروز و چی قبل زی در افغانستان نقص شد. خب با توجه به شرایط فعلی افغانستان، عمده ترین مسئولیت های سازمان ملل و مخصوصا شورای حقوق بشر یا کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل چه مسئولیت های عمده و اساسی را دارد در قبال افغانستان و بر اساس اون نصوص یا سه نصر که شما یادآوری کردین چه گام های عملی را برداشت؟ خب به خاطر که افغانستان هم دارای 30 الی 35 میلیون جمعیت هست و یکی از کشورهایی است که در قلب آسیا قرار دارد و از لحاظ ژئوپلیتیک مورد توجه دنیا هست و مردم افغانستان هم چی در این دوره و چی در دوران گذشته به شدت از حقوقشان محروم بوده، هم از حقوق مثل تحصیلات، بخش اقتصاد، حتی زندگی و حیات به نحوه محروم بودن. لذا کمیسیون حقوق بشر یا کمیسیون جهانی حقوق بشر به شدت تمرکز داره روی افغانستان و کشورهای جهان سوم مثل افغانستان که وضعیت حقوق بشر چندان در اونجا رعایت نمیشه. لذا مشخصا این که چی در کل مسئولیت ها و یا وظایفی کمیسیون جهانی حقوق بشر در قبال مردم افغانستان دارد بسا موارد هست که از او جمله ما گفتم بتونیم، چون که وظیفه این کمیسیون هست باید به وضعیت ناهنجار و نابسامان کل جامعه جهانی و بالخصوص کشورهای عقب‌مانده و محروم مثل افغانستان به نحوه توجه بکنند. خب افغانستان در مدت 40 سال در وضعیت جنگ قرار داشته، باید وضعیت جنگی از آدرس یا به اصطلاح آینه حقوق بشر در افغانستان مورد بررسی قرار بگیرد و همچنان وضعیت افغانستان از لحاظ اقتصادی چندان خوب نبوده، باید در این قسمت به نحوه این کمیسیون حقوق بشر هست که وضعیت را انعکاس بده به دیگر ارکان سازمان ملل یا در کل جامعه جهانی و کشورهای بزرگ ای که بالاخره در قبال محرومیت مردم افغانستان متوجه باشند و از کمک هایی که از دستشان از مسائل سیهی، مسائل مثلا کمیسیون WFP یا سازمان جهانی غذایی، شورای امنیت به خاطر تأمین امنیت و غیره به نحوی باید توجه بکنند. آنچه که نماینده سازمان ملل، نماینده کمیسیون جهانی حقوق بشر سازمان ملل در افغانستان آمد، بررسی های داشت، حتی اینا اجازه یافتند که بیرند در بخش های جنگی و مناطق جنگی هم وضعیت را مورد بررسی قرار بدن،
بدون شک که با تفاهم امارت اسلامی بود و حتی به قول خودشون که مصاحبه کردن گفتن امارت اسلامی گفتن نه تنها الان بلکه شما میتونید که دفعات بعد هم بیاین وضعیت سر در اینجا مورد بررسی قرار بدین. اما یک چطور مورد نگرانی و حتی در واقع قهر یا غضب امارت اسلامی قرار گرفته، خب یک بعد دیگه داره. بله روی اون مثلا میایم آقای دکتر. خب همین آقای ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور افغانستان، گزارش یک ساله خود را جمع‌آوری کرد، جاهای مختلف سفر کرد، دید و بازدید داشت، بررسی کرد و این گزارش خود در دوشنبه هفته جاری در شورای حقوق بشر که جلسه یا نشست را در ژنو برگزار کرده بود دایر کرده بود مطرح کرد و اونجا ارائه کرد. حالا به شکل جدی از وضعیت حقوق بشر افغانستان همیشان ابراز نگرانی کرده. فکر میکنید به نظر شما چرا این نگرانی ها در ابعاد مختلف کماکان همچنان ادامه داره و تمامی نداره؟ خب بدون شک بیشتر بر میگرده در داخل افغانستان. ما باید ارا بپذیریم و قبول بکنیم که در کل وضعیت زندگی مردم در افغانستان واقعا خوب نیست، هم وضعیت امنیتی و هم وضعیت اقتصادی. شما نگاه بکنین که در دوره جدید یا صفحه جدید چندین بار مراکز آموزشی، مکاتب و دیگر نهادهای علمی مذهبی مورد آماج قرار گرفت. بالاخره ای از دید کمیسیون جهانی حقوق بشر واقعا نقض است، نقض حقوق بشر در افغانستان است. خب به خاطر که حاکم یا زعیم مسئولیت دارد باید که امنیت مردم را بگیرد، در حالی که امین حالا هم اکثرا در موتر مورد آماج قرار میگیرند، مدارس مورد آماج قرار گرفت و حتی در بین جمعیت بالخصوص در غرب کابل ما شما شاهد بودیم که چندین انفجار صورت گرفت در شمال کابل، در شرق کابل. بالاخره از لحاظ امنیتی هم مردم وضعیت خوبی ندارند. بیاییم در قسمت بعد اقتصادی، چنانچه مستحضر هستین، برغم اینکه کمک های متواتر جامعه جهانی در افغانستان در صفحه و به اصطلاح وضعیت جدید به نحو به شدت ادامه داشته و ادامه هم دارد، باز هم نبود کار و فرار به نحو مغزها از افغانستان و همچنان از همه مهمتر ای که نبود امنیت اقتصادی و غذایی برای مردم افغانستان، اینا موجب میشه که مردم به معنای واقعی کلمه چندان وضعیت خوبی نداشته باشد. بدون شک کمیسیون جهانی حقوق بشر و دیگر کمیسیون هایی که زیربط هستند در این کمیسیون این مسائل مورد توجه قرار دارند. بازم ما باید این قبول بکنیم که نسبت به دوره جمهوری با توجه به این که نیروهای ائتلاف وجود داشت، با توجه به این که جامعه جهانی حضور داشت در افغانستان، نسبت به اون زمان امنیت مردم در این زمان خوبتر شده، امنیت کشور در این زمان خوبتر شده. ولیکن این که این وضعیت بیاید در کل قبولی کمیسیون جهانی حقوق بشر بگیره او رقم نیست، چون که مورد قبول اونا قرار نمیگیره. باید بیشتر از این تیم یا حاکم یا حاکمی که بر فعلا حضور دارن به نحو تلاش بکنن تا اینکه وضعیت امنیتی افغانستان را تأمین بکنن. بله خب بر علاوه نگرانی هایی که در این گزارش به مشاهده میرسه در کل از در ابعاد مختلف، از عقبگرد دختران و زنان کشور در عرصه های آموزش، تحصیل یادآوری شده و دیدگاه های که همیشه از طرف جهان و جهانیان مطرح میشه در این مورد، نگرانی های زیادی مطرح شده. اما از طرف دیگه امارت اسلامی همیشه این دیدگاه ها را رد میکنه، بی بنیاد میخوانه، مغرضانه خوانده در مورد همین گزارشی که آقای ریچارد بنت تهیه و ارائه کرده. آقای مجاهد گفته که این گزارش بی بنیاد است، مغرضانه است، موارد مثبت نادیده گرفته شده. فکر میکنید که امارت اسلامی با جهان در یک چه مرحله قرار گرفته، رویارویی یا بنبست؟ خب به خاطر که امارت اسلامی برای فعلا در یک وضعیت قرار دارد که باید مشروعیت کسب کنه، هم مشروعیت داخلی و هم مشروعیت جهانی، بنابراین باید
به نهایت تلاش بکند تا اینکه هم مردم را در نظر داشته باشد و مشروعیت را زادرس مردم بگیرد و توجه مردم به سمت خود جلب بکند. و فرموده شما دقیق است اینکه خب چرا مکاتب دخترانه در افغانستان بس است؟ آیا افغانستان یک تافته جدابافته نسبت به کل دنیا و جهان هست؟ آیا دین مبین اسلام درس خواندن، تعلیم و تعلم را منع کرده بلخصوص برای طبقه اوناس؟ آیا رفتن دختران بالاتر از سن در کل 14 یا 15 سال، سنف 6 سال سنف 6 و 7 به بالا بدون شک خلاف آموزه های دینی و اسلامی هست؟ چرا پس بنابراین مکاتب بسته باشد؟ بحث دیگه ای که مطرح هست ای که خب طور قبلا هم خدمت شما عرض کردم، خانم ها یا طیف زنان نصف پیکر ای جامعه هست و در بسا موارد اونا موفق تر هستند، چون که قدرت ابتکاری دارن، خلاقیت دارن و همچنان هوش و استعداد بالای علمی دارن. چرا اینا مثلا در ادارات نه تنها سوق دادن نمیشه، بلکه روز به روز دست اینا از ادارات بلخصوص امورات اجرایی و کارهای اداره گرفته میشه؟ خب از لحاظ کمیسیون جهانی حقوق بشر این به عنوان یک نقص است. خب نه تنها جامعه جهانی روی این قضیه به نحوی تمرکز داره، بلکه مردم افغانستان هم ناراض هستند. باید که خانم ها در امو حقوق اولیهشان که بحث درس است و همچنان مسائل کرامت انسانی و غیره هست، از اونا برخوردار باشند. بحث بیرونی هم چنانچه شما هم اشاره داشتین، بدون شک الان حاکمیت فعلی و در کل امارت اسلامی در وضعیت قرار دارد که بایستی مشروعیت جهانی را کسب بکنند. بدون شک همچون گزارش ها و دغدغه ها موجود میشه که به نحو اونا از قضیه برسمت شناختن این نظام دوباره در واقع گام خود را عقب بگذارن و قبول نکنن. لذا ما این نظام فعلی ما به شدت نیاز دارد که هم مشروعیت داخلی را کسب بکند و هم باید توجه جامعه جهانی را به صورت مطلوب و مثبت به طرف خود خود جلب کند. خب این امر چگونه تحقق خواهد پیدا کرد؟ به قول شما امارت اسلامی هم توجه دارد که توجه داخل را جذب بکنه، مردم را هم توجه جامعه جهانی را تا به کسب مشروعیت نزدیکتر شود و دست بیاره. حالا این مسئله محروم شدن طیف وسیعی از دختران صنف بالاتر از ششم را که تا هنوز قریب یک سال میشه از درس و مکتب محروم هست، این را فرمودین که از نقطه نظر کمیسیون حقوق بشر و نهادهای جامعه جهانی یک نقض محسوب میشه. اما از طرف دیگه وزیر وزارت معارف را ما شما داشتیم که خیلی از مردم نمیمانند و نمیخواهند که دخترانشان درس بخوانه و رب میتن به سنت مردم افغانستان، جامعه افغانستان. و از طرف دیگه آقای متقی هم میگه که جهان تعریف دقیقی از شرایط افغانستان نداره. اینا چگونه قابل جمع است و چگونه میتونه امارت اسلامی رو کمک بکنه تا به مسئله کسب مشروعیت نزدیک شه؟ شما نگاه بکنین که در 20 سالی که دربای مکاتب و دانشگاه ها بروی بلخصوص دخترها در افغانستان باز بود، ما بسا چهره های موفق را دیدیم که حتی در سطح جهان رفتن، مدال کسب کردن، افتخار آوردن برای مردم افغانستان و در بخش ها یا رقابت های ریاضی، فیزیک، هندسه و حتی برنامه های ادبی و غیره اینا در دنیا ظاهر شدند و در اونجا فهماندن که مردم افغانستان مردم کم استعداد نیستن. اگر فرصت و بستر رشد برشان فراهم باشد، بدون شک میتوند که موفق شود. لذا همه تشنه علم و دانش است، اعم از زن و مرد، کوچیک و بزرگ، تلاش میکنن که بالاخره برن به سمت دانش و کسب آموزش. لذا اینجا هست که این وظیفه نظام هست که باید همچون نه تنها دربای مکاتب را بوی مردم، بوی دختران مردم بسته بکنند، بلکه همچون بسترهای را هموار بکنند تا اینکه
ای قشر یا ای تیف بیاین وارد درس جوان. عرض کردم خدمت شما که در دیگر دنیا نسبت به مردا خانم ها ارجحیت دارد. چرا؟ به خاطر از اینکه قانون خانواده توسط خانم ها ساخته بشه. یک مادر موفق و باسواد میتوند که یک جامعه باسواد را و آینده باسواد را دقیق رقم بزنه و بسازه. و در افغانستان متاسفانه خب هم در تاریخ کهن افغانستان قدر روی از قضیه توجه نداشتن بجز از 20 سال و هم در فصل نوین، لذا این به عنوان نقص است از آدرس جامعه جهانی و کمیسیون جهانی حقوق بشر. و بعد دیگر عرض کردم خدمت شما که بحث امنیتی هست و باید این نظام بتواند در واقع امنیت مردم را به معنای واقعی کلمه بدون از اینکه سرکوفت بزنه، بدون از اینکه آزادی بیان در اینجا به نوعی خفه شوه و بدون از اینکه بالاخره آدم ها در خطر باشد، باید به نحو به معنای واقعی کلمه تامین امنیت بکنن و امنی مردم افغانستان. ببین مردم افغانستان عاشق چشم‌ابرویی هیچ نظامی نبوده و نیست. در نظام های گذشته هم هر قدر که به نحو نظام تانسته تسهیلات را مسائل رفاهی را برای مردم فراهم بکنه مردم ازش استقبال کردن، ورنه کسانی که مردم را سرکوب کرده خود مردم قیام کردن بر علیه مثلا نظام. چه نظام های مثلا کمونیستی بودن قبل از مثلا نظام شاهی و مشروطه و غیره. لذا اینجاست که همه چیز را مردم می سازن. نظام ماندگار نیست، نظام زودگذر هست و خوب است که این به عنوان یک مجال، یک فرصت است برای امارت اسلامی که از این فرصت و مجال استفاده بکنن و بتانن یک نظام نمونه و مدل خوبی را در افغانستان بسازن تا ای که در تاریخ معاصر افغانستان به عنوان نمونه باشد. بله خب اگر نسازن و واقعیت‌های موجود اجتماعی درک نشود و توقعات و انتظارات جهان هم به اونها توجه و تمکین نشود و این اختلاف نظرها کماکان ادامه پیدا کنه، سرانجامش به کجا خواهد رسید؟ آقای شیرزاد نتیجه این اختلاف نظرها را شما یا پیامدهایی را که میتونه در پی داشته باشه چگونه پیش بینی میکنید؟ خب بدون شک ضربه و ضرر اساسی بر پیکر مردم هست. شما نگاه بکنین که هر زمانی که نظام با دنیا در تقابل قرار گرفته یا نظام با مردم در تقابل قرار گرفته، بیشترین ضربه را اول مردم دیدن. و حال هم اگر اینچنین در واقع وضعیت پیش بره، ممکن هست که وضعیت مردم به نحوه خراب شود، چنانچه خب پولهای افغانستان بره بار دیگر به بلوکه شدن و دنیا بازم تحریم بکند و دنیا مردم افغانستان را فراموش بکند و غیره. اما در نوبت بعدی یا در مرحله بعدی بدون شک که این ضرر متوجه خود نظامه حاکم خواهد شد. به این که عرض کردم خدمت شما که افغانستان برغم این که در قلب آسیا قرار داره، افغانستان برغم این که از لحاظ ژئوپلیتیک چهار راه است و دنیا روی افغانستان حساب کردن، لکن به صورت این که افغانستان به عنوان یک تافته جدا بافته باشد و جدا، نمیتواند در واقع پیش برود، چون که عصر امروزی، عصر مدرن، عصر ارتباطات است، عصر تعامل است، عصر در واقع تکنولوژی هست و دنیا کلن به یک دهکده تبدیل شده. شما نگاه بکن قضیه اوکراین و روسیه در یک گوشه از زمین به نحو اتفاق افتادن، ولیکن کل جهان از لحاظ اقتصادی حتی مسائل امنیتی و غیره متاثر شده و ضربه دیدن. یا هر جای دیگه مثلا از کره زمین که یک اتفاق بیفته، کل مثلا جهان از او به نحو متاثر میشه. لیکن افغانستان هم به تنهایی تا ای که کسب مشروعیت نکند، تا ای که مراودات خود را با دنیا به نحو خوب نکند، نمیتونه مثلا پیش بره. گرچند برغم تمام به اصطلاح ملفه های منفی که وجود داشته، نظام حاکم تانسته که با خیلی از قدرت ها و خیلی از کشورهای منطقه همسایه و جامعه جهانی رابطه برقرار بکنه. البته او رابطه به صورت رسمی نبوده، بلکه به صورت غیر رسمی بوده. آن هم دنیا به خاطر مردم افغانستان بیشتر تلاش کردن که با امارت اسلامی رابطه داشته باشن و از این مجرا بتوانن کمک های خود را به
کشور داشته باشه. بله، پس شما معتقد هستین آقای دکتر شیرزاد که این اختلاف نظرها راه به جایی نمیبره و تغییرات مثبتی را نمیتونه در پی داشته باشه که اگر این اختلاف نظرها حل نشه و همچنان ادامه داشته باشه. پس با توجه به اصرار سازمان ملل، شورای حقوق بشر و گزارشگر ویژه حقوق بشر که گزارش خود بر مبنای همین چشمدیدها و دید و بازدیدها و مصاحبه‌هایی که انجام داده، اصرار و نگرانی های خود از وضعیت حقوق بشری ابراز کرده و انکاری که از طرف امارت اسلامی در مورد این موضوعات و گزارش ها ما شما میبینیم شایدش هستیم وجود داره، پس بنابراین راه حل چیست و چگونه میشه، چه راهکارهای عملی وجود داره که بتانیم از این وضعیت عبور کنیم؟ یک، باید که نظام حاکم و نظام فعلی واقعا بیاید فاصله ها را بین دولت و ملت کم بکنه و قریب به صفر بکنه و یک به اصطلاح فضای خودمانی بین مردم و نظام باید ساخته شود. چون که جامعه افغانستان چنانچه قبلا هم خدمت عرض کردم ساختارش نسبت به ساختار خیلی از کشورها متفاوت است. اقوام گوناگون، زبان‌های مختلف، ملیت‌های مختلف و مذاهب مختلف در یک کشور زندگی می‌کنند. خوب است که وحدت نظر و همچنان در کل انسجام، هماهنگی، برابری، مساوات و غیره در کشور حاکم شود و تعصب و اینا بلاخره دامن برچینه. از همه مهمتر یک نظام همه شمول باید ساخته شود که همه بتواند در آینه نظام خود خوره ببینه. شما نگاه بکنین که قضیه تقاومی در هیچ یکی از مقاطع زمانی و دوره های تاریخی بلخصوص تاریخ معاصر افغانستان نتانسته مثلا جلو بره. حتی خود احمدشاه ابدالی زمانی که جدیدترین و نخستین حکومت را تأسیس کرد از اقوام متعدد، از قزلباش گرفته تا بلوچ، از هزاره گرفته تا تاجیک تا ازبک به نوی در سیستم و در نظامش بود. بلخصوص در قشون خود خیلی از افراد از اقوام را داشت که حملات که به اصطلاح داشت و لشکرکشی هایی که بیرون از افغانستان داشت بالاخره این مردم در کنارش بود. از او زمان به بعد اکثر با اتفاق شاهان و رئیس جمهورهای افغانستان آمدن نظام ساختن که نظام مشارکتی بود و همه اقوام به صورت در کل زیاد و یا کم خود در آینه نظام دید. در حالی که ما نگاه بکنیم الان بلخصوص صفوف نظامی نظام فعلی را خیلی از اقوام نیستن. مثلا مردم هزاره واقعا حضور ندارد، مردم در واقع دوستای تاجیک ما کمتر حضور دارند. پس بنابراین خوب است که در این قسمت یک توجه جدی صورت بگیرد و همچنان مشارکت در بخش های بالا و گلوگاه های مختلف نظام و حکومت باید شکل بگیرد و جمله وزرای در اینجا معرفی شود و در این حال دیگر عناصر و افرادی که شایسته هستند به نحوی در این نظام باید سهیم و شریک شوند، چون که همه مردم باید خود خود صاحب از این خانه بداند. بخش داخلی در بحث بیرونی اگر وحدت نظر در اینجا وجود داشت، یک پارچگی و هماهنگی در اینجا وجود داشت، امنیت در اینجا وجود داشت، بدون شک به خاطر خودم که شده دنیا این نظام را به رسمیت می‌شناسد، چون که افغانستان از هر لحاظ در جایگاهی قرار دارد که دنیا نیازمند به این کشور است، از معادن خام گرفته تا آبها، تا مسائل موقعیت ژئوپلیتیک و در کل ای که میتونه اینجا بستر خوبی سرمایه گذاری اقتصادی برای کشورهایی که به نحو دغدغه اقتصادی دارن میشه شوند. لذا افغانستان در جایگاهی قرار دارد که هم کشورهای همسایه و هم قدرت‌های بزرگ می‌خواهد که بالاخره در با افغانستان و مردم افغانستان و نظام افغانستان تعامل داشته باشد و او زمان هست که نظام را به مشروعیت نظام به رسمیت خواهد شناخت و بالاخره این نظام را به عنوان یک نظام مشروع خواهند دانست. بسیار زیاد تشکر، ممنونیم از حضور شما آقای دکتر اید محمد شیرزاد، آگاه مسائل سیاسی، از این تشریف آوردین و از همه شما بیننده های عزیز هم سپاسگزاریم که تا پایان این بحث و برنامه ترجمان سیاسی این هفته با ما همراه بودین و بیننده. وقت همگیتان خوش، خدا نگهدار.